رسمی پیشنهاد رئال برای امباپه به پاریس رسید. میلیون‌ها رئالی در انتظار پاسخ امیر قطر. بوم در اروپا، رونالدو و مسی همبازی می شوند. اولین هشدار به آنچلوتی پس از دومین بازی رئال. و سرانجام بازگشت آنسو فاتی به تمرینات بارسلونا. تبع مسی، تقاضای بلیط از سراسر دنیا برای رنس پی اس جی. با درود و سلام های مجدد، امیدوارم در هر جایی که هستید صحتمند باشید و لباس عافیت بر تن داشته باشید. بزرگترین حمایت شما عزیزان از ما لایک این ویدیو هست، پس لطفاً اون را از ما دریغ نکنید. در صورت رضایت تب می توانید سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی ما را هم دریافت کنید. شایعات در مورد جدای کریستیانو رونالدو از یوونتوس و همبازی شدن با لیونل مسی در حال افزایش هست. خلیفه بن حمدال ثانی برادر امیر قطر و اولین شخصی که خبر از انتقال قطعی لیونل مسی به پاریس سن ژرمن داد، حالا تصویری از کریستیانو رونالدو در پیراهن این باشگاه با عبارت شاید به علاوه علامت سوال منتشر کرده است. خلیفه بن حمدال ثانی که یکی از اعضای خانواده حاکم قطر و باشگاه فرانسوی محسوب می شود، در شرایط این خبر را منتشر کرده که ستاره پرتغالی در مسیر خروج از یوونتوس قرار دارد. زمانی که باشگاه بارسلونا اعلام کرد قرارداد لیونل مسی تمدید نمی شود، آل ثانی به طور مرتب در حساب تویتر خود اعلام می کرد پاریس سن ژرمن با گلزن آرژانتینی به توافق رسیده و انتقال مسی به پاریس قطعی است. حالا امروز آل ثانی تصویر از مسی و رونالدو منتشر کرده که در کنار هم ایستاده و هر دو پیراهن پاریس سن ژرمن را پوشیدند. عبارت شاید به علاوه علامت سوال به زبان مختلف نیز زیر این تصویر نوشته شده است. در روزهای اخیر اخبار منتشر شده که مؤید آن هست رونالدو می خواهد یوونتوس را ترک کند. پس احتمال ایده پیوستن به پاریس سن ژرمن هنوز به طور کامل منتفی نشده است. در واقع تیم متمول فرانسوی از معدود باشگاه هایی هست که می تواند 30 میلیون یورو دستمزد سالانه رونالدو را پرداخت کند و به همین دلیل احتمال دارد رویای همبازی شدن این بازیکن با مسی برآورده شود. پیش از دیدار یوونتوس برابر اودینزه بود که عنوان شد رونالدو قصد دارد از بیان کنری جدا شده و به همین دلیل در ترکیب ثابت قرار نگرفته است. در 24 ساعت اخیر شایعات حاکی از احتمال انتقال رونالدو به لیگ برتر بود، اما بی تردید پاریس سن ژرمن بی میل به در اختیار داشتن یک از بهترین بازیکنان تاریخ نیست. کارلو آنچلوتی سرمربی رئال خیلی زود متوجه شد که تیمش از لحاظ دفاعی با چه مشکلاتی روبرو هست. رئال مادرید یکشنبه شب در زمین لوانته با تساوی 3-3 متوقف شد و پس از بازی کارلو آنچلوتی از عملکرد دفاعی تیمش انتقاد کرد. روی سخن کارلتو تنها با مدافعان نبود و او تاکید داشت که رئال به صورت تیمی نتوانسته برابر لوانته به خوبی دفاع کند. مشکل ما در کار دفاعی بود و این فقط مشکل مدافعان نیست، بلکه در کار تیمی ضعف داریم و باید با فداکاری بیشتری بازی کنیم. این بر عهده تک تک بازیکنان هست که در دفاع مشارکت کنند. رئال تابستان امسال سرخی راموس و رافائل واران دو مدافع میانی ثابت خود را از دست داده و ناچو و ادر میلیتائو جای آنها را پر کردند، اما به نظر با بازگشت فرلان مندی و مارسلو دیوید آلابا سمت چپ به دفاع میانی منتقل خواهد شد تا استحکام این منطقه بیشتر شود. دو بازی و دریافت 4 گل هشدار اول به کارلتو بود و از بخت خوب او هنوز در ابتدای فصل است و سرمربی ایتالیایی میتواند این ضعف را به موقع پوشش دهد. در این هفته اتلتیکو 1 گل و بارسا 3 گل دریافت کردند. رئال مادرید بالاخره قدم اول را برداشت و پیشنهاد رسمی و هنگفت برای جذب کیلیان امباپه ارسال کرد، پیشنهادی که در نگاه اول رد نشدنی به نظر می رسد. درست یک هفته قبل از بسته شدن بازار تابستانی همچنان کیلیان امباپه مهمترین سوژه نقل و انتقالات هست و همچنان احتمال جدای این ستاره فرانسوی از پاریس سن ژرمن وجود دارد. رئال مادرید تحت هر شرایطی قصد دارد در همین تابستان کیلیان امباپه را جذب کند و به نظر می رسد خود این بازیکن علاقه‌مند به رخ دادن این اتفاق تا چند روز آتی هست. شبکه آرمسی روز گذشته مدعی شد که این بازیکن پیشنهاد جدید تمدید برای 5 فصل به اضافه 1 فصل اختیاری را رد کرده و می خواهد به رئال مادرید بپیوندد. بدین ترتیب پاریس سن ژرمن نیز حالا به فروش امباپه فکر می کند و با توجه به رد آخرین پیشنهاد تمدید دیگر جدای این بازیکن از نظر ناصرالخلیفی نیز غیر ممکن نیست. البته آرمسی در نهایت مدعی شده بود مدیران باشگاه پاریس سن ژرمن هنوز پیشنهادی از مادرید دریافت نکردند، ولی این پیشنهاد سرانجام ساعتی پیش ارائه شد. ابتدا گل اسپانیا بود که این خبر را اعلام کرد و سپس مارکا و آس نیز این خبر را تایید کردند. رسانه‌های مادریدی نزدیک به رئال مادرید تایید کردند که باشگاه رئال مادرید پیشنهاد 160 میلیون یورویی را برای امباپه ارائه داده است و سران پی‌اس‌جی درخواست کرده تا با خود بازیکن مستقیما وارد مذاکره شوند. در باشگاه رئال مادرید معتقدند که پیشنهاد برای بازیکنی که تابستان آینده قراردادش به اتمام می‌رسد و از جنوری می‌تواند با هر باشگاه وارد مذاکره شود کاملا منطقی است.
بلافاصله پس از انتشار این خبر چند رسانه فرانسوی ادعا کردند که سران پی اس جی به آن پاسخ منفی دادند. جان لوکا دی مارسیو خبرنگار معروف اسکای اسپورتس نیز این ادعا را تایید کرد. ولی لوپارز نشریه نزدیک به باشگاه پی اس جی دقایق پیش نوشت که پیشنهاد 160 میلیون یورویی رئال مادرید رد نشده، بلکه مسئولان پی اس جی در حال بررسی آن هستند. بدون شک طی ساعات آینده پاسخ رسمی پی اس جی برای رئال مادرید ارسال خواهد شد و پیش بینی می شود مذاکرات تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه داشته باشد. امباپه قصد تمدید با پی اس جی را ندارد و می خواهد همین تابستان به رئال مادرید منتقل شود و به نظر سران پی اس جی چاره جز قبول این موضوع ندارند. سرانجام پس از ماها شایعه اولین قدم را رئال مادرید برداشت و اکنون باید دید به هدف بزرگ خود خواهد رسید یا خیر. سه ماه پیش و پس از شوری نهایی بین پزشکان بارسلونا تصمیم بر این شد تان صفاتی بار دیگر تحت جراحی قرار بگیرد. جراحی با موفقیت انجام شد و دوران ریکاوری هم بدون مشکل سپری شد تا هفته پیش سرانجام پزشکان بارسلونا خبر از بهبودی قطعی فاتی بدهند. مجوز بازگشت او به تمرینات صادر شده بود، ولی در نهایت تصمیم بر این شد که در شهر زادگاهش مادرید بماند و در تمرینات پیش فصل بارسلونا حاضر نشود. فاتی که از تابستان گذشته به دور از میادین هست خوشبین بود بالاخره بتواند در تمرینات بارسلونا حاضر شود، ولی این اتفاق رخ نداد. فاتی در مادرید زیر نظر خوزه کارلوس نورینو پزشک تیم ملی پرتغال کار میکرد. او در پورتو جراحی شده بود، ولی مدتها در هتل در مادرید روزی دو جلسه تمرینات اختصاصی انجام میداد. فاتی چند پیش به بارسلونا بازگشت و بالاخره مجوز حضور او در تمرینات صادر شد و از امروز همراه با دیگر بازیکنان تمرین کرد. گفته می شود فاتح احتمالاً از هفته چهارم و بازی برابر سویا به میادین باز خواهد گشت و احتمال حضورش در بازی یکشنبه بعد برابر خطافه وجود ندارد. باید دید رونالد کومان در سانچز پیزخوان از ابتدا به فاتح میدان می دهد یا ترجیح می دهد او را در دقایق پایینی نیمه دوم به زمین بفرستد. پس از ده ماه دوری از میادین و چهار جراحی بعید است سرمربی هلندی بخواهد روی فاتح ریسک کند. مدیر فروش باشگاه رنس از تقاضای بلیت بازی این تیم برابر پی اس جی در سراسر دنیا سخن گفت. یکشنبه شب هفته بعد احتمالاً اولین بازی لیونل مسی با پیراهن پی اس جی خواهد بود. فاکس ستاره آرژانتینی پس از دو هفته تمرین با شرایط آرمانی برای حضور در ترکیب پی اس جی دست خواهد یافت و پیش بینی می شود که برابر رنس از ابتدا به میدان برود. اتفاقی که میلیون ها نفر در دنیا منتظرش هستند، چرا که نخستین بازی باشگاهی لیونل مسی با پیراهن غیر از بارسلونا هست. مدیر فروش باشگاه رنس از اتفاق جالب در آستانه این بازی صحبت کرد. از سراسر دنیا برای این بازی درخواست بلیت شده که به سابقه است، از هند، کره جنوبی، تایلند، چیلی، مصر و غیره. در این بازی تماشاگران حضور خواهد داشت و من هرگز چنین چیزی را به یاد ندارم. همچنین قرار است برای این بازی 122 خبرنگار از سراسر دنیا حاضر باشند. رکورد حضور خبرنگار در یک بازی لیگ فرانسه به اولین بازی دیوید بکام و زلاتان برای پی اس جی باز می‌گردد. 113 خبرنگار.